سلام کنم همه دوستای خوبم خوش اومدید به کلاس درس من تقریبا همه چیزهایی که تا الان راجع به حرکت پرتابی یاد گرفتیم رو اینجا آوردم تا با هم یک مرور خیلی سریع بکنیم دیدیم که در حرکت پرتابی شما میاید و یک جسم رو با یک سرعت اولیه وی صفر و یک زاویه اولیه پرتاب اولیه, اولیه آلفا پرتاب میکنید و جسم یک همچین مسیری رو طی میکنه طی میکنه طی میکنه تا برسه به نقطه انتهایی حرکت خودش و دیدیم که میشه این حرکت رو تجزیه کرد به دو حرکت یکی یک حرکت در راستای محور وای ها X ها و یکی یک حرکت دیگه در راستای محور وای ها خب در راستای محور X ها ما یک حرکت یک بعدی داریم با شتاب صفر و در نتیجه با سرعت ثابت و صفر کسینوس آلفا یعنی سرعت اولیه من هست و صفر کسینوس آلفا چون هیچ شتابی ندارم سرعتم در راستای محور ایکس ها همواره به صفر کسینوس آلفا خواهد بود و در نتیجه معادله حرکت در راستای محور ایکس ها میشه و صفر کسینوس آلفا ضرب در تی یعنی اگر شما به من زمان رو بدید من میتونم بگم در هر لحظه جسمم در بعد ایکسش چی هست از طرف دیگه در راستای محور وای ها من یک حرکت یک دارم که خیلی شبیه یک حرکت پرتابی هست به این معنی که ببخشید شبیه حرکت سقوط آزاد هست به این معنی که یک شتاب منفی ج داره جسمم و در نتیجه سرعتش هست منفی ج به علاوه و سینوس آلفا که این سرعت اولیه هست در راستای محور وای ها این برداری که میبینید این دو بردار قرمز تجزیه بردار سرعت اولیه من به معلفه های ایکس و وای هستن و بنابراین طبق اون چیزی که در ویدئوی حرکت یک بعدی با شتاب ثابت با هم دیگه دیدیم معادله حرکت هم در راستای محور وای ها این عبارتی خواهد شد که اینجا نوشتم یعنی وای مساوی با منفی یک دوم دو به علاوه سینوس الفا ت حالا من میخوام در این ویدیو با همدیگه ما معادله مسیر این حرکت رو به دست بیاریم یعنی یک حرکت دو بعدی داریم اما بلد هستیم در حرکت دو بعدی چجوری از معادله حرکت یعنی این عبارت و این عبارت من معادله مسیر رو به دست بیارم یعنی وای رو به صورت تابعی از ایکس به دست بیارم چجوری این کار رو میکردیم؟ میامدیم از معادله ساده تر ببخشید که در اینجا این معادله بالا هست تی رو به دست می آوردیم یعنی من از اون بالا نتیجه می گیرم که تی مساوی میشه با X تقسیم بر و صفر کوسینوس آلفا و بعد این تی رو قرار میدم در معادله دوم از این نتیجه می گیرم که Y تی مساوی میشه با منفی یک دوم ج X تقسیم بر و صفر کوسینوس آلفا به توان دو به علاوه یه و صفر سینوس آلفا در تی دوباره جاش این عبارت رو میذارم ضرب در ایکس تقسیم بر و صفر کوسینوس آلفا که اگر اینو کمی ساده بکنم این مساوی میشه با منفی ج ایکس دو تقسیم بر دو و صفر دو کوسینوس دوی آلفا به علاوه یه و صفر ببخشید این و با این و ساده میشه بنابراین من این و رو نخواهم داشت و علاوه x تانجانت آلفا چون سینوس به کسینوس میشه تانجانت خب بیایید به این معادله نگاه بکنیم من الان به دست آوردم که y تی مساوی هست با این عبارت به نسبت x پس بذارید من اصلا یک بار دیگه اینو اینجا تر و تمیز بنویسم من نتیجه میگیرم که y تی یعنی y مساوی میشه با منفی ج تقسیم بر دو و دو کسینوس دوی آلفا x2 به علاوه x تانجانت آلفا این معادله که من اینجا به دست آوردم معادله چه شکلی هست من مطمئنم که همتون میدونید که این معادله معادله یک سهمی هست اگر هم نه میتونید برید ویدئوی سهمی از ویدیوهای رضا در کلاس درس رو نگاه بکنید در هندسه تحلیلی و جبر خطی فصل مقاطع مخروطی خواهید دید که این معادله که این در اون یک عدد ثابت هست این عبارتی که اینجا وجود داره این الان یک عدد ثابت هست این هم که یک عدد ثابت هست و این میشه معادله یک سهمی من نتیجه میگیرم که این حرکت پرتابه در حرکت پرتابی در حقیقت معادله یک سهمی هست معادله مسیر من یعنی این شکل شکل یک سهمیه و به این پدیده من میگم معادله مسیر حرکت سهمی پس بذارید بنویسم این میشه معادله مسیر حرکت پرتابی پس این معادله مسیر هست حالا با هم دیگه به کمک معادله مسیر میتونیم یه کار جالبی بکنیم و برد رو به دست بیاریم من چجوری میتونم از معادله مسیر بورد رو به دست بیارم خب برد یه ویژگی داره و اون همینه که وای اینجایی که من پرتاب کردم یعنی ارتفاعی که پرتاب کردم برابر هست با ارتفاع نقطه بنابراین من نتیجه میگیرم که در نقطه برد عملا وای صفر هست خب یعنی من هیچ تغییر ارتفاعی نداشتم بنابراین اگر من در معادله مسیر وای رو برابر با صفر قرار بدم نتیجه میگیرم که صفر مساوی میشه با منفی ج به جای ایکس میذارم آر چون برد رو میخوام به دست بیارم آر به توان دو تقسیم بر دو و صفر دو کسینوس دوی آلفا به علاوه آر تانژانت آلفا درسته این الان به من معادله برد رو میده یعنی من میتونم آر رو به دست بیارم از این من نتیجه میگیرم که آر مساوی میشه با دو و صفر دو سینوس آلفا کوسینوس آلفا تقسیم بر ج و میدونید که دو سینوس آلفا کوسینوس آلفا طبق یک فرمول مسلساتی برابر هست با سینوس دو آلفا من این بالا مجبورم دیگه بنویسم من نتیجه میگیرم که برد برابر میشه با و صفر دو سینوس دو آلفا تقسیم بر ج پس این شد معادله یعنی در حقیقت برد حرکت پرتابی با سرعت اولیه و صفر و زاویه پرتاب اولیه ی آلفا خب حالا اول یک نکته ای رو من اینجا اشاره بکنم بهش و اون اینه که اگر من اینجا ایکس هم رو یعنی آر هم رو مساوی با صفر هم قرار می دادم این معادله اینجا رو حل می کرد و بنابراین یک جواب دیگه این معادله یعنی در کجا وای من صفر میشه دقیقا جایی هست که ایکس هم صفره در حقیقت این نقطه یعنی من ارتفاعم در دو نقطه از مسیر صفر میشه یکی جایی که ایکس صفره یعنی یک جواب این معادله و یک جواب دیگه این معادله هم اینی هست که من اینجا به دست آوردم بنابراین این معادله دو تا جواب داره یکیش که صفر و صفره که برای من بدیهی بود یکی دیگهش این نقطه هست که من تونستم از این طریق ورد رو به دست بیارم که معادلش میشه این نکته دیگه این هست که من الان میتونم یک سوال از شما بپرسم و بگم که اگر و صفر ثابت باشه خب یعنی من فرض کنید می تو... بیشتر از یک سرعت اولیه ای دیگه نمیتونم پرتاب بکنم در این صورت چه زاویه ای هست که اگر با اون زاویه پرتاب بکنم بردم حداکثر اکثر میشه خب پس من الان دارم یک سوال خیلی مهمی رو از شما میپرسم دیگه میگم شما قدرت دستتون ثابت هست یعنی این و برای شما ثابت هست دیگه بیشتر از و صفر حد اکثر توان دستتون نمیتونید یک سنگ رو پرتاب بکنید و از طرف دیگه ج هم که یک عدد ثابت کلا در فیزیک حالا چه آلفایی شما پرتاب بکنید که حد اکثر بشه برد اون سنگی که دارید پرتاب میکنید خب شما بلا فاصله باید بگید من میخوام سینوس دو آلفا رو به حد اکثر مقدار خودش برسونم پس من میخوام سینوس دو آلفا رو به حد اکثر مقدار خودش برسونم و سینوس دو آلفا حداکثر مقدارش چقدر هست؟ خب سینوس حداکثر مقدارش کلا یکه دیگه و این اتفاق به در جایی میفته که دو آلفا مساوی باشه با 90 درجه چون سینوس 90 درجه یکه در نتیجه آلفا باید باشه 40 و 5 درجه بنابراین اگر شما با زاویه 45 درجه پرتاب بکنید یک سنگ رو حالا مواظب باشید کجا پرتاب میکنید حد اکثر برد پرتابتون حاصل میشه به این دلیل که سینوس دو الفا در اون نقطه حد اکثر میشه و برابر با یک خواهد شد و این خیلی جالبه دیگه یعنی دیگه اصلا دیگه یک چیز خیلی شهودی بدیهی نیست یعنی شما احتمالا انتظار دارید که اگر زاویه رو خیلی نزدیک به زمین بگیرید این پرتابتون به شکل مستقیم بیشتر حرکت بکنه دیگه ولی این معادلات ریاضی و تحلیل علم فیزیک داره به ما میگه نه چهل و پنج درجه حد اکثر. بورد رو برای شما پدید میاره الان وقتی است که من میتونم معرفی بکنم این آزمایشگاه حرکت پرتابی کلاس درس رو اینو که این رو هم من از همون سایت PHET دانشگاه کلرادو آوردیم ولی در کلاس درس در وبسایت کلاس درس اضافه شده در نتیجه شما میتونید همینجا با این آزمایشگاه کار بکنید و حتما برید در مورد حرکت پرتابی حداقل با این آزمایشگاه کار بکنید این آزمایشگاه به من اجازه میده که من زاویه اولیه حرکت پرتابی رو تنظیم بکنم مثلا من میام زاویه اولیه رو میگم قرار بده مثلا 60 درجه و بعد میتونم سرعت اولیه رو هم تنظیم بکنم مثلا میام قرار بده 15 متر بر ثانیه و با جرم و اینها هم کلا کاری نداریم اینها وقتی مهم میشن که شما مقاومت هوا رو وارد این آزمایشگاه بکنید و بعد میگم بیا و پرتاب بکن ببینیم که تا کجا میره خب دیدیم که رسید به اینجا وقتی که من با سرعت اولیه 15 متر بر ثانیه با زاویه 60 درجه پر پرتاب کردم خب پیشبینی علم فیزیک به ما میگفت که اگر من اینو بکنم 45 درجه انتظار دارم بردم بیشتر بشه یعنی انتظار دارم پرتابم جلوتر بیاد خب یک تست بکنیم من اینو میکنم 45 درجه و پرتاب میکنم میبینید که کاملا پیشبینی ما درست از آب در اومده تا حدی البته چون من فعلا فقط با 60 درجه مقایسش کردم و حرکت پرتابه من برد بیشتری داره هرچند نقطه اوج پایینتری هم داره یعنی این هم یک نکته دیگه که وقتی زاویه رو کم میکنید پدید میاد حالا بیاید من زاویه رو مثلا بکنم 30 درجه یعنی شما بیایید خیلی با زاویه این نزدیکتر به زمین پرتاب بکنید چیزی که شهود آدم میگه لابد پس باید جسم بره جلوتر از انقدری که در 45 درجه رفته و بعد پرتاب بکنم خب میبینید که با 30 درجه هم من نتونستم به 45 درجه برسم و شما مطمئن باشید که نمیتونید در هیچ زاویه دیگه ای پرتابتون رو جلوتر از این نقطه برد یعنی برد به ازای 45 درجه پیش ببرید و بنابراین این معادلات ریاضی که ما اینجا داشتیم و به دست آوردیم که حرکت پرتابی در زاویه 45 درجه بردش حداکثر خواهد شد در این آزمایشگاه ما هم تایید میشه و من ازتون میخوام که حتما برید و با این آزمایشگاه بیشتر کار بکنید چون خیلی خیلی کمک میکنه به درک بهتر و عمیق‌تر حرکت پرتابی این به علاوه هایی هم که اینجا روی این حرکت پرتابی ها میبینید داره میگه که در ثانیه یکم و بعد در ثانیه دوم یعنی مثلا در این حرکت پرتابی به من میگه اینجا ثانیه یکم تموم شد اینجا ثانیه دوم تموم شد چیزی هست که حالا ممکن اصلا به دردتون هم نخوره خب پس فعلا خداحافظی میکنم من تا شما برید و کلا با این آزمایشگاه حرکت پرتابی بیشتر کار بکنید در ویدیو بعد حرکت پرتابی رو با هم ادامه خواهیم داد فعلا خداحافظ.